سلام ویلاتلی عزیز، امروز برگشتیم سراغ خانواده جدید اسپیکرهای سامسونگ. خانواده ای که اولین بار سامسونگ این طراحی ها رو شروع کرده و اینجوری داره اسپیکر میزنه. اسپیکرها که مثل خانواده پارتی باکس جی بی ال هن، اسپیکرهای تکی هن، اسپیکرهای که قابل حمل هن، کم میبرن این برمان میبرن و مردم استفاده میکنن. اسپیکرهای ترند این روزاست با اون چنتیک های قدیمی خیلی متفاوته و سامسونگ تا حالا نداشته. با یه خانواده ستای وارد این بازار شد و یه عضو بزرگ این خانواده رو بررسی کردیم که سامسونگ T70 بود. پست مفصلی گرفتیم، کامل توضیحاتش رو دادیم، متوسط و کوچیکه مونده بود. الان جفتشون اینجان، میخوام تا آخر ویدیو اینا رو بررسی کنیم. اگه قصد خرید اسپیکر تو بازه قیمتی زیر 12 میلیون تومان دارید، فکر میکنم این ویدیو براتون مناسب باشه، چون این تقریبا قیمتش 12 تومانه و این حدود 8 خورده ای هست. هر دو قیمت مناسبی دارن. بریم سراغ بررسی این دو تا اسپیکر. طبق معمول با طراحی شروع کنیم، جایی که میتونم بگم با برادر بزرگ خودشون هیچ تفاوت خاصی ندارن و کاملا این سه تا شبیه هم دیگه طراحی شدن. طراحی مثلثی شکل به خاطر اینه که صدا از دو طرف خیلی خوب پخش بشه و جایی که قرار میگیره بتونه وسیع صدا رو پخش بکنه. از سمت پشتش هیچ پخش صدایی نداره. جنس پلاستیک بسیار با کیفیتی داره، مات. این تکسچر این رو، حتی این رو که دکمه ها کار شده، جوریه که اثر انگشت، چربی و کثیفی رو نشون نمیده. این نمایشگر بدجایی که وقتی شما گوشی یا آیپد یا تبلتتون رو بذارید باعث میشه که نبینید تو چه مودیه. به اضافه اینکه همچنان هیچ ولوم یا صدایی برای اینکه مثلا مودش تغییر میکنه شما متوجه بشید نداره. دکمه پیرینگ پشت دستگاه کار شده که به نظر من این بدترین عیب طراحیش میتونه باشه. من خودم اولش هی میگشتم دکمه پیرینگ اینو پیدا کنم. طراحی نورش قسمتیه که متفاوته با اون بزرگتره. اون بزرگتره اگه یادتون باشه یه دونه ووفر کار شده بود به سمت در از پایین و نور از بالا میخورد روش. این دقیقاً برعکس، دو تا ووفر از چپ و راست داره و ووفر حالت افقی نداره، کاملا ووفرها عمودی طراحی شدن. نور هم متفاوت شده دیگه، نور تو پایه‌ها رو کلا حذف کرده و نور این سری از پایین ووفر به سمت بالا تابیده میشه. متفاوت شاید این بیشتر به چشم بیاد، ولی من خودم مثلا اون نوری که توی پایه‌های اون T70 بود جذاب بود و چون روی زمین میافتاد به نظرم میتونست خوشگل ترش بکنه. این یکی هم کاملا اینه اینه و از نظر طراحی هیچ تفاوتی نداره. توریا با یه درس بزرگی طراحی شدن که شما بتونید ووفر و درایور رو ببینید. اینا قسمتی از طراحی هستن، یعنی برندا فکر میکنم بهش که اینطوری باشه. نورم به خاطر همین داخل کار شده. اون بزرگه خیلی بزرگ و حجیم بود و وزنش زیاد بود، دستهاش جوری بود که نمیشد حملش کرد. این فقط 8 کیلوگرمه و این حدود 11 کیلوگرمه، حالا یه خورده دارن و با تجربه سایزشون و وزنشون و دستشون یکم قابل همترن. همچنان خبری از چرخ نیست، ولی فکر کنم این که راحت قابل حمله و هیچ مشکلی ندارید اینم اوکیه. حالا میتونست بهتر باشه ولی اوکیه. بزرگه واقعا مشکل هم داشتیم توش. برخلاف طراحی کلن مدرن این اسپیکرها و متفاوتشون، پنل پشتیشون کاملا به نظر من طراحی قدیمی داره، البته سلیقه‌ایه، ولی خب شکل شمایل این دکمه ها، اون نوع اون پورتا به نظر من خیلی حس و حال قدیمی داره و انگار سامسونگ روی اون قسمت پشتی هیچ طراحی جدیدی خواسته ارائه نده. و یه استاندارد ضد آب هم این اسپیکر داره، میتونه در مقابل پاچش آب مقاومت داشته باشه که اینم باز خودش کمک میکنه که خیلی جاها خیالتون راحت باشه. در رابطه با کیفیت صداشون باید بگم این ستا واقعا صدای نزدیک به همی دارن، یعنی تفکیک صدا رو که بررسی میکنی میبینی خیلی نزدیک به همه، بلندی صداشون حتی نزدیک به همه، میزان بیسشون شبیه به همه، البته بزرگه واقعا قوی تر و بهتره و کلن امضای یکسانی داره توی صدا، کاملا از یه خانواده بودن و از یه برند بودن رو نشون میده. فقط با شنیدن خالی شما میتونید بگید که این همون اسپیکره. ترکیب اسپیکرهایی که توشون به کار رفته رو بذارید بهتون بگم. اون بزرگه سه تا اسپیکر داره، دو تا در اصل درایور داره، یه دونه ووفر که افقی کار شده و یکم بزرگتر رو به پایینه و اتفاقا شاید این طراحی یا شاید هم توان و قدرت زیادش باعث شده که بیس یکم جذاب‌تر باشه. تون ووفر عملکرد بهتری داره.
تو این دوتا اومده از دوتا بوفر استفاده کرده، شاید به نوبه خود مثلا بگید بهتر باشه، یکی چپ یکی راست، و باز دوتا درایور داریم، یکی چپ یکی راست، ولی این دوتا بوفره یک کوچولو به نظر من ضعیف عمل میکنن، بیسش به اندازه اون بزرگه جذاب نیست، خب توانشون هم پایین تره، ولی بقیه صدا تقریبا مثل همون بزرگه هست و کیفیت کاملا برابری داره. یه نکته جالب دیگه هم راجع به صداش میتونم بهتون بگم، به اندازه اختلاف سایزشون اختلاف ولوم ندارن، یعنی شما وقتی صدای کوچیک‌تر رو میشنوید انتظار دارید صدای این چقدر بلندتر بشه مثلا با توجه به سایزش و حجمش، میبینید که نه اختلافش کمه. یا وقتی صدای بزرگ رو میشنوید میگید خب کوچیکه مثلا حتما نصف اونه دیگه، بعد که صدای کوچیک رو میشنوید میبینید نه از نصف خیلی بیشتره، و اینم واسه من جالب بود. برخلاف اختلاف خیلی کمی که تو ولوم با هم دیگه دارن، از نظر عددی واتاشون که مقایسه میکنید کلی فرق دارن. این 300 وات، این 500 وات، بزرگه 1500 وات، یعنی بزرگه 5 برابر این. بعد آدم فکر میکنه خب صداش هم اینطوریه که بهتون الان توضیح دادم، اصلا اینطوری نیست. حالا بریم راجع به نظر من نقطه ضعف بزرگ این اسپیکر صحبت بکنیم، اونم جایی که تو تفکیک صدا به نظر من کم میاره. کم میاره یعنی چی؟ یعنی من انتظار داشتم سامسونگ که طراحیش خوبه و مجموعه چیزایی که تو این اسپیکر در نظر گرفته مناسبه، یه مقدار رو تفکیک صدا بهتر عمل کنه. صدایی که میشنوی شاید بم به نظرتون برسه، یه جایی شاید احساس کنید که اون تفکیک به اندازه‌ای نیست که بتونید سازهای مختلف و کاملا تفکیک شده از هم دیگه بشنوید، و میتونست تو این قضیه خیلی قوی تر باشه تا بتونه رقابت بهتری با برندهای مثل JBL یا سونی مثلا بکنه. ولی میتونم به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، اینکه خب اینا شاید بلندتر باشن نسبت به اسپیکرهای همسایز خودشون، صدای قابل قبولی از نظر وسعت دارن و پرتاب خیلی خوبی هم دارن، ولی تو بخش تفکیک یک کم متوسط رو به پایین. اپلیکیشن این دوتا اسپیکر هم دقیقا همون اپلیکیشن اسپیکر بزرگ است، همون ویژگی ها و کار کرده داره، میتونید که رنگ نور رو تغییر بدید، میتونید یه سری افکت بذارید روی صدا، یه سری مودای دیجی داره و میتونه یکم جذابتر بکنه استفاده از این اسپیکر رو. به نظر من وجود اپلیکیشن هم جزو پوان های هر اسپیکری هست. این یه تفاوت دیگه هم با اینا داره، تفاوتش اینه که کاراوکه نداره. حالا کاراوکه نداره یعنی پورت اصلا میکروفون نداره، قابلیت اتصال میکروفون نداره، ولی خب متوسط و بزرگ این قابلیت رو داشتن. این یه دونه فلش میخوره ولی متوسط و بزرگ دو تا فلش میخورن. اینا دو تا تفاوت جزئی بود که بالاخره حالا گفتم شاید واسهتون مهم باشه. یه سری ویژگی های کلی هم با هم دارن، میتونن با هم گروپ بشن، کوچیکه به متوسطه، متوسطه به بزرگه، یا سه تاشون با هم تا چند تا اسپیکر به هم دیگه به صورت گروپ پلی بکنن و هیچ مشکلی ندارن. اگر هم سایز باشن میتونن مود استریو رو در اصل به صورت وایرلس به هم وصل بشن، لفت و رایت میشه تو این حالت، ولی برای این حالت نیازه که دو تا اسپیکر همسایز باشن تا صدا به اندازه باشه. اما نکته ای که واسه من خیلی عجیب بود، مخصوصا وقتی این سه تا اسپیکر رو کنار هم دیگه دیدم، این بود که احساس کردم این متوسط و این کوچیکه حتما شارژن. باز کردیم تست کردیم دیدیم شارژن نیستن، و واقعا تعجب کردم که چطور سامسونگ این دوتا رو باتری براش نذاشه، مخصوصا کوچیکه. واقعا ابعادش جوری آدم حس میکنه که باید شارژی باشه. شاید حس کنید به خاطر طراحیشه یا سامسونگ اینا جوری طراحی کرده که شیک و با کلاس برای محیط خونه است، جنسش و حالا نوع ایستایش و اینا برای طبیعت و کمپ و اینا مناسب نیست، ولی در هر حال به نظر من این جزء نقطه ضعفشه و میتونست به رقابت بهتر با بقیه رقیبا و بقیه برندها کمک بکنه اگه این دوتا حداقل باتری داشت. تو جنبنده هیلاتلی باید بهتون بگم که به نظر من این اسپیکرها و این خانواده میتونه با بقیه برندهای بازار رقابت مناسبی داشته باشه، با توجه به بلندی صداش، با توجه به قیمتش که تقریبا مناسب و ارزش خریدش رو میبره بالا، و از طرف دیگه طراحی متفاوت و شیکش که به نظر من یه جورای نقطه قوت این اسپیکر این قسمت طراحی میتونه باشه. از طرف دیگه یکی دوتا عیب داره. حالا یکیش عیب شاید نباشه، نداشتن یه ویژگی و اون باتری نداشتن یا شارژ نبودن این دوتا کوچیکاست، یعنی متوسط و کوچیکه، که انتظار داشتم این اتفاق بیفته. و یه عیبی که حالا و نقطه ضعفی که مربوط به کل خانواده است، صدای متوسط تو قسمت تفکیکه که انتظار داشتیم صدای بهتری داشته باشه. سامسونگ حتما تو این کاتگوری اسپیکرها باقی میمونه و مدل‌های جدیدتر میده. امیدوارم تو مدل‌های بعدی این قضیه‌اش حتما بهتر بشه و حرفه‌ای‌تر بشه. دمتون گرم که با ما همراهید. ویدیو رو تا اینجا دیدید، فکر کنم 10 دقیقه داره پر میشه. برای ما شما بنویسید که به نظرتون این خانواده و این اسپیکرهای جدید سامسونگ میتونه با چه برندهایی رقابت بکنه، و اگه قرار رقابت بکنه انتخاب شما کدومه.